سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از دیکتاتوری آخوندی خواست اجرای حکم اعدام محمد رضا حدادی را متوقف کند. عفو بین الملل اعلام کرد محمد رضا حدادی نه تنها به طور عادلانه محاکمه نشده که تعیین تاریخ‌های مستمر برای اعدام او و لغو آنها وی را بیش از پیش تحت رنج و شکنجه قرار داده است. تلویزیون CNN گزارشی درباره حکم سنگسار یک زن توسط دیکتاتوری آخوندی پخش کرد. تلویزیون CNN گفت این زن شاید فرصت چندانی برای زندگی نداشته باشد. وی که مادر دو فرزند است در زندان مجبور به اعتراف به جرم انتصابی شده و سنگسار او قریب الوقوع است. از آمریکا تا آلمان و از طریق شبکه جهانی اینترنت در سراسر جهان فریادهای حق طلبانه علیه سنگسار قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی، یک مادر 43 ساله با دو فرزند که در سال 2006 متهم به زنا در ایران شده است بلند شدند. او تا کنون 99 ضربه شلاق خورده است. یک هیئت قضات پرونده آشتیانی را بررسی مجدد کرده و حکم سنگسار او را تایید کردند. رژیم ایران در رابطه با این پرونده هیچ اظهار نظری نکرده است. خانواده او میگوید که سکینه محمدی آشتیانی 5 سال است که در زندان به سر میبرد. این در حالی است که او اعتراف خود را پس گرفته است، اعترافی که به گفته خانواده او اجباری و تحمیلی بوده است. فرزندان او فریده و سجاد محمدی آشتیانی در یک نامه سرگشاده به جامعه بین المللی خواستار کمک برای نجات جان مادرشان شدند. فریده نوشته است ما امروز دستهایمان را به سوی همه جهانیان دراز میکنیم. 5 سال است که ما در ترس و وحشت زندگی کرده ایم و از عشق و محبت های مادری ربوده شده ایم. آیا جهان اینقدر بیرحم است که حاضر از شاهد وقوع این فاجعه باشد و هیچ اقدامی برای متوقف کردن آن نکند؟ ما از مردم جهان میخواهیم هر که هستید و هر کجای این جهان زندگی میکنید کمک کنید و نگذارید این کابوس به حقیقت بپیوندد. مادر ما را نجات دهید. ما قادر نیستیم استرابی که در هر دقیقه و هر ثانیه در زندگی ما احساس میکنیم را برای شما توصیف نماییم. کلمات قادر به توصیف وحشت و نگرانی ما نیستند. نگرانی و ترس از اینکه مادرشان سنگسار خواهد شد بعد از اینکه بتوانند نام او را از این گناه پاک کنند. نزدیک به 500 نفر از کارگران شرکت ساختمان نصب واقع در شرکت پالایش نفت آبادان به دلیل عدم پرداخت حقوق خود دست از کار کشیده و در محل پروژه فاز 3 پالایشگاه آبادان تجمع نمودند. به گزارش رسانه حکومتی آفتاب نیوز در حالی که بعضی از مدیران این شرکت دولتی حقوقهای کلان تا سقف 150 میلیون ریال دریافت می کنند، حقوق جمع کثیری از کارگران و کارکنان ماهاست پرداخت نشده است. تجمع جنایتکار آخوندی 4 تن را در اصفهان به دار آویخت. طبق گزارش رسانه‌های رژیم این 4 تن توسط دیدادگاه انقلاب رژیم در اصفهان محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.